خب بریم سراغ قاسم و رابین. گفتی قاسم و رابین کوتاه. یه چیزی میگم میرم یه یعنی یه مغلطه وجود داره، مثلا مغلطه توسل به تجدد، یعنی بگیم چیزی چون قدیمیه بعد چیز جدید خوبه چون جدیده، درست، درسته؟ آیا بله این مغلطه، بله این مغلطه است، مغلطه معروفی هم است، کاملا درست. آخه یه نفر میگفت قانون قرن پنجم انگلیسان نمیتونه مردانیم بذاریم اینجا چون قدیمیه، گفتم آها، شاید این مغلطه باشه. باید دلیل بهتری بیاریم. منم البته این مغلطه رو بعضی موقع خودم انجام میدم، بعد یه کسی مچمو بگیره. من خودم یادم اومد چندین بار این مغلطه رو یعنی یه چیزی چون قدیمیه، به خاطر قدیمی بودنش حتما بد نیست. میتونیم بگیم این قدیمیه، ولی خب اگه یه کسی مچمون رو گرفت، خب باید توضیح بدم خب چرا بده. فقط قدیمی بودن کافی نیست. این درسته، این حرف یه برعکسش هم بود، توسل به سنت، مثلا بگیم رستورانی افتخارش اینه که 70 سال تشکیل شده. توسط، آره درسته، اینم دقیقا برعکس. یعنی قدیمی بودن یا جدید بودن یک چیزی به خودی خودش معنی این نیست که بهتره یا بدتره. کاملا این مغلطه های خوبی. یکی یاد مغلطه توسل به سنت و توسل به جدید چی بود یکی؟ تجد جد... تجد تو... 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 تجود توجد تجد تجدد مثلا تجدد جدید بودن. من میگم توسل به تجدید بودن، جدید بودن راحت تره. بابک میتی تجدد. خیلی تجدد مرسی. تجدد آره اینو خواستم چند بار توسل بگم، تجدد. قاسم لبخونی کرد نوشت دیگه. آره مرسی تجدد، مرسی. خیلی خوب. آره خب یه چیزی قاسم بگم رامین جان، این مغلطه هایی که لیست داری میکنی که معروفن، انقدر معروف هستن که یعنی اینا خیلی آنالیز شده. من یعنی از من میپرسی درستن، من یعنی من تعیین کننده نیستم، اینا خیلی مغلط های معروفی هست. ولی ممنون که گفتید، برای اینکه یادم بمونه که اینا مغلط هست. مثلا میخوایم چیزی بگیم، مثلا میخوایم چیزی بگیم خوبه، مدرکی بیاریم که مثلا سودمند بودنش رو نشون بده. دقیقا درست، درسته، این حرف درسته. ببین ولی ما میتونیم بعضی موقع هم اشاره بکنیم که جامعه ها به طور میانگین دارن پیشرفت میکنن، و میتونیم بگیم احتمال این که یک چیزی جدید باشه، احتمالش از چیزهای قدیمی درست بودنش ممکنه یه ذره بیشتر باشه. یعنی ممکنه به ما یک ذره میتونه باعث تعیین بکنه که حالا ممکنه این بهتر باشه، ولی به خودی خود کافی نیست. برای اینکه جامعه به طور میانگین به جهت پیشرفت داره حرکت میکنه. یعنی میتونیم یه ذره احتمال هم شاید وجود داشته باشه که سقوط هم بکنه. درسته درسته، ولی چون به طور میانگین داره پیشرفت میکنه، اگه قرار حدس بزنیم که یه چیز قدیمی بهتره یه چیز جدید بهتره، میتونیم یه ذره احتمال رو، نه به طور قطعی اصلا، یه ذره احتمال رو بدیم به چیزهای جدیدتر، ولی کافی نیست برای تعیین. شاید تو چه جامعه هم پس این تاثیر داشته باشه. بله برای همین کافی نیست، اطلاعات بیشتری لازمه. مثلا تو ایران از زمان شاه به زمان جمهوری اسلامی زدی رفتیم، پیشرفت نبود. برعکس بود. ولی خب جریان انقلاب بازه... مشروطه چی بوده؟ اوه 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 بابک تو جواب بده. نه دیگه بمونه تا هفته بعد، مهمان میاد دیگه، میگه دیگه حالا من میخوام در موردی صحبت کنم، بذار رابین بیا اونجا. یه سری هم میگن رضاخان دیکتاتور شروری بوده، زمین میخورد و همچین چیزایی. بذار بمونه من نظر من یک ساعت دیگه این برنامه رو ادامه بدیم رابین جانم. باشه باشه، اینو میذار، اینو بحث برنامه هفته دیگه است، درسته بابک؟ آره اوکی اوکی. خب رابین جان ممنون. من رابین من شرمندم و من تا 2:30 برنامه داریم گفت آورد، من این روزا روز کارهای دیگه هم دارم، مثلا شلوغه، یک ساعت گذشته و نمیتونم بیشتر از این دارم بدم، به خاطر همین ببخش منو. باش باش، مرسی رابین جان، فعلا خدافظ. با فهمت حافظ، مرسی که بودیم.